یه بخشیش میشه مربوط به دانشی که من از قبل نسبت به محیط اطرافم نسبت به شخصیت های مختلفی که توی زندگیم دیدم یا در جامعهمون وجود داره به دست آوردم. یه کاری که برای شناخت شخصیت های مختلف در نوجوانیم جوونیم و همین الان هنوز دارم انجام میدم. و اون شناخت انسان ها با خصوصیات متفاوته میتونم براتون مثال بزنم که ما وقتی گیلانه رو کار میکردیم من تمام مدت دونه دونه دیالوگام رو میبردم توی روستایی که کار میکردیم از یه ماه قبل برامون میخوندن اینا رو زبط میکردیم بعد من میبردم گوش میکردم که گویشم نزدیک بشه به گویش اونا حرکات، رفتار، همه چیزایی بود که تو اون یه ماه نگاه کرده بودم اما بخش عمده دیالوگایی که من میگفتم و ای که داشتم و حرکاتی که انجام میدادم برمیگشت به دوران کودکی و نوجوانی من که همیشه در سفرهایی که به شمال میکردیم این آدما دوربرم بودن نوع خمیدگی کمر این زن این پرانتزی پاهاش فک جلو اومدنی که حرفها را اینطوری میزد یا نگاه کردنش یا حتی این ترکیب لباس پوشیدن چیزایی بود که همه در ذهن من از قبل ساخته شده وجود داشت حالا در گیلانه خانم جیلای مهجویی برای لباسش خانم بنی اعتماد برای پرورش شخصیتش اینا رو نوشته بودن و به من نشون میدادن من چجوری اینو بر خودم منطبق کردم با دانشی که از گذشته داشتم